هر که چاهی بکنه بهر کسی، اول خودش دوم کسی. این اصطلاح به این معنی است که اگر شخصی به دیگران بد کند، اول خودش گرفتار خواهد شد و برایش بد پیش خواهد آمد. داستان ضرب المثل. شخصی بود که با حضرت محمد دشمن بود. یک روز حضرت محمد و دوستانش را به خانه خود دعوت می کند. شخص در خانه یک چاه حفر می کند و داخل چاه خنجر می گذارد. روی چاه را هم با فرش و تشک می پوشاند. حضرت محمد و دوستانش بر روی آن فرش می نشینند، اما به داخل چاه نمی روند. شخص بسیار تعجب می کند و تصمیم می گیرد که در غذا زهر بریزد. وقتی غذا را می آورند، حضرت محمد ابتدا دعایی می خواند و بعد غذا را می خورند. به این ترتیب زهر هم اثر نمی کند. هنگامی که پیامبر و دوستانش از خانه خارج می شوند، مرد و همسرش نیز برای بدرقه آنها می روند. بچه های مرد که بسیار گرسنه بودند، باقی مانده غذای میهمانان را می خورند و می میرند. مرد و همسرش وقتی باز می گردند می بینند که بچه هایشان مردند. مرد عصبانی می شود و به سمت چاه می رود و می گوید تو چرا آنها را نکشتی؟ و ناگهان خودش داخل چاه می افتد و می میرد. از آن زمان این ضرب المثل رایج شده است که می گوید چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی.